عزیز من، اگر این تقوا امروز در وجود من و تو می بود، اگر این تقوا در وجود جوان من و تو می بود، اگر این پرهیزگاری و خداشناسی و خدا ترسی را من و تو می داشتیم، آیا قرآن من و تو را آتش می زدن؟ این قرآنی که برای نجات من و تو آمده، این قرآنی که برای نجات من و تو آمده، این قرآنی که زندگی می بخشد، خبر نداری که در همین هفته این قرآن من تو را آتش زدن؟ چی کردی؟ چه عکس العمل نشان دادی؟ چند بار به صفحات تیک تاک و صفحات فیسبوک رفتیم و گفتیم ما توبه میکنیم، برمیگردیم به سمت خدا، میرویم دیگر گناه نمیکنیم، دیگر این فجایع را انجام نمیدیم؟ چند بار امروز ما از مسیر حق منحرف شدیم، ما راه خدا را ترک کردیم، تقوای الهی در وجود ما نیست. قرآن چی گناه دارد که آتش زده شود؟ این کلام پروردگار ما گناهش چی است؟ و قال الرسول یا ربی این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. از این درس نداری که روز قیامت رسول معظم اسلام بیاید و صدا بزند ای الله این امت من قرآن را ترک کردن؟ و قرآن که کلام رب است، گناهش چیست که باید به آتش سوزانیده بشود؟ جز از غفلت ما انگشت کفار سر نبض جوان گذاشته شده که جوان امت پیامبر مثل عمر مختار زنده است. عمر مختار، من گفتم که اون میگفت روز خواهد شد ای انگلیس، ای بریتانیا، ای ایتالیا، روز خواهد شد که امت پیامبر جوانانش در صف شما در برابر شما استاد میشوند و شما را به جهنم وصل میسازند. امروز قرآن را آتش میزند. یه از کجاست؟ از ماست که برماست. ما این راه را باز کردیم، ما محبت نکردیم به قرآن، ما عمل نکردیم به قرآن، ما دور خوابیدیم از قرآن، ما نخواندیم قرآن، ما با چشم خود نمالیدیم که امروز با آتش مالیده میشود. این کلام رب ما در حالی که نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در کره زمین است، چه کردیم؟ از این شعار تو خالی چی میبراید که ما برویم فقط شعار بدیم؟ از این شعار چیز ساخته نیست عزیز من. قرآن عمل میخواهد، قرآن پیروی میخواهد، قرآن میخواهد به گرد شرق بزنی، قرآن میخواهد به سینه‌ات بمانی. از اینجا بیرون شدی، برو به سمت قرآن، بگیر بگو ای کلام رب، ای کلام پروردگار من، امروز خالد نیست، امروز عمر نیست، امروز عثمان نیست، امروز علی نیست، امروز اصحاب پیامبر نیستن که تو را آتش میزنن. از من چیز ساختن نیست، ایمان من ضعیف شده است. دیگه هیچ راهی نیست عزیز من، دیگه هیچ راهی نداره. پس اگر میخوای مثل یوسف باشی، عهد محکم به الله ببند، تعهد محکم به الله ببند، گریه کن، از خدا بخوا که خدایا به من قوت و ایمان نصیب بگردان، شجاعت به من نصیب بگردان. یک کسی بیاید در ملأ عام ویدیو بگذارد، کل دنیا هم مسلمان ببیند، خواهری که در تیک تاک مسلمان است با اون لباس برهنه و با اون اشوگری هایی که دارد، مگر نمیبیند که به قرآن آتش زده میشود؟ مگر جوان نمیبیند که به قرآن آتش زده میشود؟ هر روز هزار لعنت نثار علما میکنند، مگر مردن کورن که امروز به قرآن آتش زده میشود؟ از ما صدایی بر نمیآید. 56 کشور اسلامی داریم، اگر اینها انسجام میداشتند، اگر به معنای واقعی بندگی میداشتند، اگر به معنای واقعی امت بودن را میدانستند، چه اتفاقی میافتاد؟ این سخن مفت نیست؟ بیاندش قرآن را کسی برود آتش بزند، نام اللهت را آتش بزند، برنامه زندگیت را، قانون تو را، اون که وعده جنت به تو میدهد آتش میزند. پس پیامی که قرآن به تو دارد و پیامی که از این داستان به تو دارم عزیز من، اون این است که از ته دل یه خواهش از تو دارد، یه خواهش از تو دارد، ولی الان قلبت سوز دارد، الان چشمت عشق دارد، هنوز من میدانم دلتو درد دارد، شاید اون انسان به دست تو بیاید تکه و پارچه اش بکنی، اما این را بدانی قرآن این را هم از تو نمیخواهد.
قرآن فقط از تو میخواهد که به اون عمل بکنی، به اون عمل بکنی. من بار گفتم که از موسیقی دست بکش، از تابلت که دست بکش، از پابجی و لدو دست بکش، از معصیت و نافرمانی خدا دست بکش و به قرآن تعهد ببر که بعد از این من میخواهم که تو را محب خود قرار بدهم، تو را هم نشین و همدم خود قرار بدهم، من با تو زندگی میکنم. چه زیبا زندگی با قرآن، چه زیبا اون چشمایی که هر روز به صفحات قرآن نگاه میکنند، چه زیبا از اون سینه ای که هر روز قرآن به اونجا گذاشته میشود، چه زیبا از اون زندگی که هر روز به اونجا قرآن تلاوت میشود. پس عزیز دل من، بیایید که بیدار بشیم. از ضعف ماست که دشمن قوی شد، از ناتوانی ماست که دشمن قوی شد، از کم شجاعتی ماست که دشمن قوی شد، از عمل نکردن ماست که دشمن قوی شد. و الا دشمن این جرأت را نمی کرد. شما چند مرتبه قرآن را آتش زده، چند مرتبه، ولی هیچ کار نکردیم، باز با جرأت این کار را میکنن، باز میکنن تا زمانی که جوان بر نگردن، تا زمانی که جوان تعهد به الله نبندد، تا زمانی که جوان با صدق دل مثل یوسف فرار از گناه نکند. عزیز من، هیچ درد را این شعارها درمان نمی کند، این را بدانی. تظاهرات مشکل را حل نمی کند. چیزی که قرآن از من و تو می خواهد او استقامت است. وقتی استقامت جوان به دین دیده شد، به خدا قسم اگر تو دست بر نداری، کفار در داخل خانه خودش آرام نمی ماند. چون وقتی ایمان در سینه تو باشد، کسی را از انگلستان میفرستد که برو به مصر ببین که جوانان به چه حال هستند، ببین که مردم به چه حال هستند. یک جاسوس انگلیسی را میفرستد. اون جاسوس میآید، وقتی میآید در یکی از نمازهای صبح در مسجد بزرگ مصر داخل میشود، میبیند آن قدر انبوه بزرگ، آن قدر تجمع بزرگ، آن قدر جوانان در صفها ایستاده هستند که در مسجد جای برای ایستاد شدن نیست. و در اون داخل محراب خانده می شود تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. در مذهب شافعی آمین را بلند می گویند. وقتی بلا ضالین می گویند، چنان آمین بلند از این مسجد سر می زند که این جوان جاسوس انگلیس پشتش می لرزد، تکان می خورد، سراسیمه می شود، فرار می کند از داخل مسجد که چه اتفاق افتاد. می رود به انگلیس، میگه امکان ندارد، امکان ندارد. جوان بیدار است. امروز شبها 12 ساعت و 11 ساعت خواب میکنیم در داخل مسجد، 5 تا موی سفید نماز میخوانیم. جوان کجاستی؟ وقتی مولا میگه پابجی بازی نکو، 100 تا لعنت برش میفرستی. وقتی جوان عالم میگه سیگارت استفاده نکن، 100 تا لعنت برش میفرستی. ولی ما کجا هستی؟ عزیز دل من، به خدا من به حال جوانان امروز خیلی دل دردم. هر کسی هر چی میگوید بگوید، اما این را بدانید تا یک قطره خون در بدن من و امثال من که دعوتگران هستن، دست ما به دامن جوان هست. جوان من، نمیگذارم تو به آتش جهنم بسوزی. پس عزیز دل من، بیا بیدار شو، بیا به الله پشت نکنیم. این محبوب، این نازنین، این مهربان یوسف که از قهر چاه بیرونش میکنند، عزیز مصرش میکنند، من و تو هم یوسف زمانی، کمز یوسف نیستی. ای قدردان، کمز یوسف نیستی، ای قدردان عافیت بیدل میگوید. تو کمز یوسف نیستی اگر تو قدر بدانی، اگر ارزش خود را بدانی. پس انشاءالله پیام من، عزیزان من، جوانان من، این است که به سمت قرآن بیاییم. اگر قرآن یاد نداریم، برویم شروع کنیم این کلام الله رو بخوانیم، با چشم پر از عشق بخوانیم. وقتی به قرآن نگاه میکنیم، به خدا قسم، خود من وقتی به قرآن نگاه میکنم، عشق بر چشمان من جاری میشود که ای کلام خدا، من به تو چه کردم؟ امروز تو رو آتش میزنم، من زنده ام. امروز جوان زنده است، قرآنش آتش زده میشه، از دست ما هیچ ساخته نیست. بیاییم به سمت الله برگردیم، بیاییم به قرآن عهد ببندیم. اول شروع کنیم به خواندن قرآن، یادش بگیریم. برویم در جماعت و تبلیغ، برویم در حلقه های ذکر،
و تعهد ببندین به الله، هر چقدر ایمانتون بیشتر و بیشتر شد، هر قدر محبتتون به الله نزدیکتر شد و به الله قریب شدین، روز خواهد شد که دیگر الله میگوید من چشم بنده ام میشوم که با من میبیند، من دست بنده ام میشوم که با من میگیرد، من پای بنده میشوم که با من میرود. حدیث بخاری است. پس انشاءالله انشاءالله خاص من همی است از شما تعهد میگیرم انشاءالله به سمت قرآن برمیگردیم با کلام رب خود ما. اگر تا امروز جنگی بودیم آشتی میکنیم، اگر تا امروز با کلام رب ما توهین شده، بعد از این نمیگذاریم. فقط از عمل من و تو، از تقوا و گریه من و تو هست، از خدا ترسی من و تو هست، از ترک گناه من و تو هست. فقط در صفحات در هر جایی که هستی عزیز من از قرآن کلام رب دفاع بکن، برو نصیحت بکن. خواهرهای در صفحات تیک تاک هست که میتوانی نصیحتش بکنی و دست از گناه بردارد. الله به شما عزت بدهد.